جمعی از زائران پیاده روی 40 از جنوب عراق که بیشتر اهالی رأس البیشه هستند با شعار من البحر الی النهر پیاده روی 40 را آغاز کردند. زائران در این گروه با پای پیاده ساعتها مسیر را در حالی در آب طی می کنند که پرچمهایی مزین به نام امام حسین علیه السلام هم در دست دارند. با وجود گرمای حدود 50 درجه در جنوب عراق و در حالی که بیش از 25 روز تا 40 حسینی باقی مانده است، زائران 40 با شور و شعور حسینی به سوی کربلا حرکت می کنند و پس از حدود 3 هفته و طی کردن شهرهای بصره، زیقار، دیوانیه و نجف به کربلا می رسند. لشکر رزمی عباس علیه السلام از آغاز اجرای طرح خانه کفیل برای میزبانی از زائرین حسینی در گذرگاه مرزی مهران خبر داد. گفتنی است این مهمانسرا برای زائرین در گذرگاه مرزی مهران در استان واسط به مساحت 1908 متر مربع می باشد. شاین ذکر است این پروژه اهدایی از حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام و به همت شرکت‌های وابسته به حرم آغاز شده است و به صورت شبانه روزی در حال انجام است تا طبق برنامه زمانبندی مشخص شده برای زیارت 40 تکمیل شود. این پروژه شامل یک سالن برای پذیرایی از آقایان و یک سالن دیگر برای پذیرایی از بانوان، یک سالن اجتماعات، اتاقهایی برای استراحت، یک آشپزخانه بزرگ، سرویس بهداشتی و حمام برای خدمت به زائرین 40 حسینی می باشد. خبری از سامرا، موکبهای عزاداری به مناسبت سالروز تخریب گنبد حرمین امامین عسکریین علیهما السلام در سامرا رهسپار این آستان شدند و عزاداران و زائران به سوگواری پرداختند. گفتنی است همچنین مراسم سالگرد تخریب گنبد مطهر حرم امامین عسکریین علیهما السلام توسط سنی های تندرو در صحن این بارگاه مقدس در شهر سامرا برگزار شد. شاین ذکر است در بخش دیگر این مراسم یک فیلم مستند با عنوان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از تاریخ سامرا و حادثه انفجار و پیامدهای آن میگوید به نمایش درآمد. در پایان روزه‌خوانان و مداحان در این مصیبت مرثیه سرایی کردند و عزاداران بر سر و سینه زدند. پرسنل آستان مقدس عباسی چیدن خرماهای نخلهای بین الحرمین را آغاز کردند. مسئول واحد درختکاری و تزیینات وابسته به این بخش گفت پرسنل ما چیدن خرماهای درختان نخل موجود در بین الحرمین را جهت توزیع میان زائران دو آستان مقدس حسینی و عباسی آغاز کردند. وی عنوان داشت تعداد درختان نخل بین الحرمین 56 نخل به میزان عمر شریف امام حسین علیه السلام است که میان زائران دو آستان توزیع می شود. بخش بین الحرمین به طور مستمر درختان موجود در این منطقه به ویژه درختان نخل را رسیدگی می کنند و میوه های آنها را در فصل تابستان برداشت می کنند. و اما خبری از افغانستان. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، نهادها و مراکز آیت الله العظمی شیرازی در افغانستان به کمک‌های لازم به خانواده‌های فقیر و نیازمند و خانواده‌های یتیمان برای خروج آنها از شرایط سخت زندگی ادامه می‌دهد. در همین راستا دفتر مرجعیت در شهر مزار شریف 2 روز پیش به صدها خانواده یتیم این شهر کمک مالی کرد. همچنین مؤسسه فاطمه زهرا سلام الله علیها در کابل نیز کمک‌های خیرخواهانه خود را بین ایتام و یتیمخانه‌های این شهر توزیع نمود.
گفتنی است میلیون ها افغانستانی به دلیل فروپاشی اقتصاد و نبود فرصت های شغلی در شرایط سخت به سر میبرند که باعث شد آیت الله العظمی شیرازی توجه بیشتری به خانواده های فقیر از شیعیان اهل بیت علیهم السلام در این کشور داشته باشد. بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی به مناسبت روز جهانی جوان در پیامی به دولت‌های اسلامی خواستار توجه به این بخش مهم و تلاش برای فراهم کردن زمینه‌های موفقیت در بین جوانان و تأکید بر مقابله با تهاجم فرهنگی جوانان مسلمان در معرض آن هستند شد. در بخشی از این بیانیه که توسط خبرگزاری اخبار شیعه منتشر شد آمده است که افزود متاسفانه ناآرامی‌های سیاسی، نوسانات اقتصادی و کاهش سطح زندگی افراد در کشورهای مسلمان به گسترش جهل ارزشی و بی‌ثبات کردن اعتقادات اولیه برگرفته از آموزه‌های اسلامی جوانان کمک کرده است. همچنین فقدان حقوقی از جمله حق تحصیل، حق مراقبت بهداشتی، حق اظهار نظر و حق زندگی شایسته دلیلی مضاعف است که به تهاجم فرهنگی میان جوانان جوامع اسلامی دامن می‌زند. در پایان این بنیاد خواستار موضع جدی و همه جانبه همه کشورهای مسلمان برای رسیدگی به امور جوانان و تلاش برای تحکیم اصول اسلامی در روح و روان آنها از راه‌ها و ابزارهای مفید علمی و عملی شد. نهمین جشنواره بین المللی تراتیل سجادیه دیروز جمعه با مشارکت کشورهای عربی و اسلامی در صحن مطهر حسینی در کربلای معلا کار خود را آغاز کرد. جشنواره بین المللی تراتیل سجادیه هر سال همزمان با سالروز شهادت امام زین العابدین علیه السلام به همت آستان حسینی برگزار می شود. این جشنواره دیروز جمعه با مشارکت کشورهای عربی و اسلامی در صحن مطهر حسینی آغاز شد و تا 22 مرداد 1402 ادامه دارد. همچنین نمایشگاه کتابی در حد فاصل بین الحرمین برپا می شود که به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. علاوه بر آن مسابقه داستان کوتاه و فعالیت‌های متعدد دیگر در حاشیه این جشنواره برگزار می شود. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل موسوم به اوچا در گزارشی اظهار داشت پناهجویان افغانستانی پس از پناهندگان سوری و اوکراینی سومین جمعیت آواره جهان هستند. این گزارش افزود در حال حاضر دست کم 8,200,000 افغانستانی در 103 کشور جهان حضور دارند که بیشتر آنها در ایران و پاکستان زندگی می‌کنند. به گفته این نهاد، بسیاری از پناهندگان افغانستانی به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی در ایران و پاکستان تمایل دارند پس از سالها به افغانستان بازگردند. و یک خبر علمی، پژوهشگران برای اولین بار از پلاستیک برای تولید صابون استفاده کردند. برای دستیابی به این هدف گروهی به سرپرستی دانشمندان مؤسسه ویرجینیا تک این رویکرد جدید را ابداع کردند. این روش نوآورانه به آنها اجازه می‌دهد تا پلاستیک‌ها را به مواد شیمیایی موسوم به سورفکتانت‌ها تبدیل کنند که به طور گسترده در ساخت صابون و مواد شوینده استفاده می‌شود. گفته می‌شود که پلاستیک‌ها از نظر شیمیایی شبیه به اسیدهای چرب موجود در صابون‌ها هستند. به دلیل این شباهت دانشمندان این فرضیه را مطرح کردند که پلی‌اتیلن ممکن است به اسیدهای چرب و در نهایت به صابون تبدیل شود. و خبر آخر، زیاد علی فاضل وزیر برق عراق دستور آماده باش کامل دستگاه‌های زیرآب برای زیارت اربعین امسال را صادر کرد. او روز جمعه نشست فنی اولیه برای بررسی مقدمات لازم زیارت اربعین حسینی و تأمین برق استان کربلای معلا، ورودی‌ها و خروجی‌های این استان
مسیرهای زائران و روشنایی آن و موکب‌های حسینی در طول راه برگزار کرد. در این نشست تکمیل آمادگی‌های خطوط انتقال برق و راه‌اندازی سامانه‌های پشتیبانی بررسی و بر بهره برداری از نیروگاه‌های فرعی تأکید شد. وزیر برق عراق در این نشست چندین محور را مورد بحث و بررسی قرار داد که مهمترین آن جابجایی بار و رفع تنگناها و نیز نصب نیروگاه‌های سیار و تقاطع خطوط انتقال برای اطمینان از پایداری در عرضه برق بود.